پانوراما زنده از امام حسین تیوی در کربلا. سلام بر شما، وقتتون بخیر. شهادت ابو جعفر محمد ابن علی الباقر مشهور به حضرت امام باقر علیه السلام، پنجمین جانشین خاتم الانبیا صلی الله علیه و آله را خدمت یکایک شما بیننده های محترم شبکه امام حسین علیه السلام تعزیت عرض میکنم. موضوع برنامه امشب پانوراما که برای بررسی آن در خدمت میهمانان محترم هستیم، امام باقر علیه السلام پیشوای منادی دانش و مدارا و گفتگو است. برخی روایات حکایت دارد که امام باقر علیه السلام در کودکی خود شاهد مصائب کربلا بوده است و مجموعاً تولد تا شهادت آن حضرت همزمان با حکمرانی 10 تن از خلفای بنی امیه بوده و دوره امامت ایشان 19 سال طول کشیده است. سختگیری و ظلم و ستم حکام بنی امیه بر اهل بیت علیهم السلام در زمان حیات امام باقر علیه السلام هم تداوم یافت، الا در یک دوره کوتاه استثنایی که مربوط به خلافت عمر ابن عبدالعزیز بود که فدک به اهل بیت علیهم السلام بازگردانده شد و آن حضرت مجالی برای تدریس و تربیت شاگرد و ترویج معارف اهل بیت علیهم السلام پیدا کردند. دوره امامت امام باقر علیه السلام آغاز تدوین فقه امامیه و تفسیر و اخلاق و کلام است که بعداً توسط فرزند ایشان امام صادق علیه السلام کامل تر شد. کرسی درس پر رونق حضرت در مدینه پذیرای شاگردان فراوانی از اقصا نقاط عالم اسلام بود، اما اکثریت شیعیان و علاقمندان آن حضرت از شهرهای کوفه، بصره، شام و مکه بودند. جلسات درس و بحث آن حضرت در کنار آموزش فقه و تفسیر و اخلاق، نوعی شبکه سازی و ترویج معارف اهل بیت علیهم السلام و جذب مردم و طبقات فرودست و نوعی تمرین و آموزش گفتگو و مدارا بود. علما و دانشپژوهان سایر ادیان و مذاهب نیز از راه‌های دور و نزدیک خود را به محضر آن امام می‌رساندند و با طرح پرسش‌های خود و گفتگو با امام باقر علیه السلام گاه اسلام می‌آوردند و شهادتین سر می‌دادند. منش مداراگرانه و تساهل‌گونه در برخورد ملایم و مهربان حتی با ملحدین و منکرین خدا و تکیه بر اصول بنیادین گفتگو و احترام به مخاطب و شنیدن نظرات گوناگون و تحمل شدیدترین مخالفت‌ها مهمترین عامل جذب مخاطبان ایشان به اسلام و حقیقت معارف اهل بیت علیهم السلام بود. در کنار تدریس و آموزش و تدوین کتب متعدد، مناظرات آن حضرت نیز خود حکایت جداگانه ای است که نشان می‌دهد مکتب اسلام علوی چقدر پذیرای گفتگو و مناظره و تضارب افکار و اندیشه ها است. مناظره امام باقر علیه السلام با اسقف مسیحیان و مناظره با هشام ابن عبدالملک و نافع ابن ازرق و حسن بصری از مشهورترین این مناظرات است که بخش‌هایی از گفتگوهای دو سوی مناظرات در کتب تاریخی ثبت و ضبط شده است. دوره امامت حضرت امام باقر علیه السلام همچنین مصادف با شکلگیری فرقه های انحرافی و ترویج خرافات و اسرائیلیات نیز بود که تلاش های حضرت در مقابله فکری با این جریانات نیز حائز اهمیت است. در این دوره فرقه هایی همچون خوارج، مرجئه، کیسانیه و غالیان در ترویج عقاید انحرافی خود تلاش می کردند که امام باقر هم در مناظره با ایشان و هم با تبیین و تشریح موضع اسلام علوی مانع از اثرگذاری ایشان می شدند. امام باقر علیه السلام استدلال های اصحاب قیاس را رد می کرد و میان عقاید اهل بیت علیهم السلام با سایر فرق اسلامی مرزبندی می فرمود. آن حضرت درباره خوارج می فرمود: خوارج از روی جهالت عرصه را بر خود تنگ گرفتند، دین ملایمتر و قابل انعطاف‌تر از آن است که آنان می شناسند.
بیننده های محترم شبکه امام حسین علیه السلام، میهمانان من در برنامه امشب پانوراما جناب آقای حسن جمشیدی خراسانی، نویسنده و دینپژوه از مشهد، و جناب آقای آرش هنرور شجاعی، پژوهشگر دینی و تحلیلگر سیاسی از آنکارا هستند. با ما همراه باشید. میهمانان گرامی برنامه امشب جناب آقای جمشیدی و جناب آقای شجاعی، سلام علیکم، وقتتون بخیر. شهادت امام باقر علیه السلام رو خدمت شما بزرگواران تعزیت عرض میکنم. صدا درست نمیاد. جناب آقای جمشیدی و جناب آقای شجاعی، سلام علیکم، وقتتون بخیر. عرض سلام دارم و تسلیت به مناسبت شهادت امام باقر علیه السلام خدمت شما و همه بینندگان و شنوندگان عزیز. بزرگوارم، عرض تسلیت دارم حضرت عالی و بینندگان محترم شبکه امام حسین علیه السلام. احسنتم، درود بر شما. بدون مقدمه اولین سوال رو از جناب آقای شجاعی میپرسم. به نظر میرسد امام سجاد، امام باقر و امام صادق علیهم السلام ظاهراً از سیاست ورزی و تقابل و رویارویی مستقیم با خلفای اموی پرهیز داشتند. جناب آقای شجاعی، به نظر شما آیا این سبک تعامل ایشان حامل پیام و آموزه خاصی برای امروز ما است؟ ائمه شیعه علیه السلام در دوره بعد از شهادت امام حسین علیه السلام با توجه به شرایطی که حاکم بود، اگر خانش های مستقل سیاسی از خودشون نشون ندادن، اما اولا نسبت به آنچه که واقع میشد و آنچه که حاکم بود بر جامعه شیعی همواره واکنش هایی داشتن، و در ثانی به تدریج از امام سجاد شروع میشه، امام باقر بیشتر، امام صادق بیشتر، یک راهبرد های سیاسی اجتماعی رو اینها در آموزه هاشون، در برخورد هاشون به جامعه شیعی منتقل میکنن. بله. که آماده سازی شیعیان برای دوران بعد از ائمه، برای دوران غیبت هست. و من این آموزه ها رو و این راهبرد ها رو کم اهمیت تر از کنش های خاص سیاسی نمیدونم. اگر که بخوام توضیح بدم. بله، ادامه. بله، الان صدای من رو دارید؟ بله بله، بفهم. بله، ببینید، در دوره‌ای که عمدتاً دوره امام باقر و امام صادق علیه السلام هست، جامعه شیعیان، من تحلیل سیاسی مدل سوات رو میخوام به کار ببرم، در چهار فقره عرض کنم. ببینید، یک نقاط قوتی در جامعه شیعه استانشری وجود داره که اولین وجود رهبری واحده، جایگاه علمی امام باقره، تشکیل مکتب توسط امامه، وجود شاگردان ممتازه و جغرافیای شیعیان که اینها در چند شهر، یعنی مدینه و مکه، کوفه و بصره و تا حدی مصر هستند که یک جامعه های متحدی دارند. در این حال یک نقاط ضعفی وجود داره که عمده وضعیت اقتصادی شیعیانه، فرصت های شغلی شیعیان که شیعیان عمدتاً چون در ساختار حکومت حضور ندارن، نه میخواستن و نه دیگران میذاشتن که حضور داشته باشن، معمولا مشغول به زراعت، تجارت یا صرافی بود. و بنابراین وضعیت سیاسی و اجتماعی شیعیان در دوره اموی طوری نبود که بتونند از بقیه شیعیان حمایتی بکنند یا بروز ظهور سیاسی و اجتماعی داشته باشند. یک نقطه ضعف دیگر انشعاب شیعیانه
به حسینی ها، زیدی ها، حنفی ها، عباسیان قبل خلافت و غلات. و یکی هم به اصطلاح قیام های نابهنگام شیعه که به طور متفرق انجام می شدن و سرکوب می شدن. یک سری هم نقاط تهدید وجود داره که جریان های فکری عصر امام باقره مثل جبریه و قدریه، مثل مرجعه، مثل زنادقه، مانویه و کسانی که وجود داشتن، گروه های دیگر، گروه های متعدد کلامی دیگر، جریان های فکری سیاسی مثل خوارج، مسائل مثل ممنوعیت کتابت حدیث، وجود احادیث جعلی بر اثر این قصه، وجود اسرائیلیات و از یک طرف هم قطع سیاست و برخورد حاکمیت با شیعه. یه فرصت هایی هم وجود داره مثل اختلافات بین امویان که اونها رو ضعیف میکنه، درگیری امویان عباسیان، قیام های بر علیه حکومت وقت در داخل خود امویان و دوره عمر بن عبدالعزیز. حالا این ترکیبات، این نقاط قوت، نقاط ضعف، نقاط تهدید و فرصت‌ها رو که چیز کنیم، بررسی کنیم، امام باقر علیه السلام، امام صادق علیه السلام راهبردهای ترکیبی اینجا دارن. یعنی در راهبردهای ضعف فرصت، در درجه اول احیای عاشورا و شعائر حسینی، اهمیت به زیارت امام حسین علیه السلام، اهمیت به زیارت عاشورا و این گونه متونه، این یکی از راهبردهای ضعف فرصته. یکی راهبرد دعاست که از دوره امام سجاد شروع میشه و این دعاها به تدریج دعاهای بیش از اون که مناجاتی بشن معرفتی میشن. بله. به طور خاص دعای برای شناخت امام زمان، دعای غریق، دعای ندبه، دعای عهد در دوره امام صادق علیه السلام دعاهای معرفتی هستن که ائمه جز راهبردهای ضعف فرصت به کار میبرن. راهبردهای قوت فرصت، یکی مرجعیت علمی صحابه است که صحابه از حد صرفاً راوی حدیث بالاتر میرن و در دوره امام صادق علیه السلام حتی شأن افتا پیدا میکنن. راهبرد قوت فرصت دیگه بحث تولیه که به خاطر خاص در روایت امام باقر علیه السلام بسیار بر اون تاکید شد. راهبردهای به اصطلاح ضعف تهدید، راهبرد تقیه است که باز در کلام هر دو امام بسیار مورد سفارش قرار گرفته، راهبرد مدارا است. تعلیم استقامت در عصر غیب، در امر غیبت، صبر در عصر غیبت و انتظار فرج است که روایتی از هر دو امام موجوده که انتظار فرج رو عبادت می دهد. و راهبردهای قوت تهدید، سازمان وکالت که از زمان امام باقر کم کم آغاز میشه، زمان امام صادق جدیتر میشه و پیش میره به طوری که به طور خاص در زمان امام کاظم و امام رضا علیهم السلام حالت یک سازمان مالی با انشعابات و برنامه و زیرشاخه‌های بسیار دقیق بود. و دومین راهبرد قوت تهدید بحث تبعی هست. این راهبردهایی که من عرض کردم الان به اصطلاح شاخه بندی و مفصل بندیش طبق نظریه تحلیلی سوات هست. بله. که برای راهبردهایی که رهبران سیاسی برای کل جامعه سیاسی پیرو خود طراحی میکنند. من اینها رو کمتر از کنش‌ها و واکنش‌های مستقل و ملموس سیاسی مهم نمیدونم. متشکرم جناب آقای شجاعی، در خدمت شما خواهیم بود. اما اولین سوال رو از جناب آقای جمشیدی میپرسم. نقش امام باقر علیه السلام در انتقال دانش و آموزش مفاهیم دینی در زمان خود و استمرار آن تا کنون را چگونه ارزیابی میکنید؟ خدمت شما عرض کنم که یک تجربه تاریخی مسلمان ها در همون آغاز بعثت پیامبر اکرم پیدا کرده بودن، یعنی داشتن. یعنی شما نهاد فرمایید هر کدوم از ادیان سابق را که ما نگاه میکنیم با توجه به فاصله خیلی زیادی که بین انبیا نبود، انحراف شدیدن و به زودی ایجاد میشد. در نتیجه بایستی فکری به حال این میکردن. خب پیامبر اکرم و نیز صحابه که بالاخره یک دین جدیدی آمده بود و میبایست این دین ماندگار میشد، یعنی تفاوتش با ادیان سابق این بود که این دین بایست بمونه و مانا باشه. بله. خب اصل خود پایه و اساس دین که قرآن بود رو تلاش کردن که حفظ بکنن و روی تفسیرها و روی کارهای دینی هم خب خیلی تلاش میشد که مانع از انحراف بشن. من فهم میکنم نقش صحابه توی این قسمت خیلی
اساسی هست و جایگاه و شأن ائمه رو ما توی این قسمت میتونیم تبیین و تفسیر بکنیم. خب دین آمده و میبایستی این دین مسئول از انحرافات باشه. با توجه به اینکه متدین ها یعنی کسانی که به اسلام گرویده بودند، اینها افکاراندیش های متفاوتی داشتند. یعنی همشون که فرض کنید که از جزیره العرب یا از عربستان سعودی نبودند، یا مثلا فرض کنید که از اون اطراف نبودن یا از مدینه نبودن، از جای دیگه به آیین اسلام گرویدن و یتون فی دین الله افواجا. خب گرچه خود این فوجهایی که به اسلام میگرویدن عظمت برای اسلام ایجاد میکرد، ولی هر کدوم از اینها از جایگاه خاص فکری خودشون هم اسلام رو تبیین میکردن، اسلام رو تفسیر میکردن، زمینه برای انحراف فراهم میشد. خیلی از این نهله ها، خیلی از این گروه ها، خیلی از همین جریان ها ناشی از همین بود. یعنی روی ترکای خودشون رو عنوان دین و عنوان اسلام بیان میکردن، عنوان دین. بنات فهمودین؟ خب حالا نقش ائمه علیه السلام اینه که مانع از انحراف بشن. بله. بذات امام باقر صلوات الله و سلام علیه و همینطور فرزندیشان امام صادق علیه السلام، نقش کلیدین ها اینه که بتونن یک تفسیر درستی از قرآن ارائه بکنن و بتونن اون رویکردی که میبایستی بدین داشته باشن با توجه به اینکه بسترهای فکری میتونه رویکردهای متعددی رو ایجاد بکنه، اینها رو میتونن مسئول از انحراف بکنن. من فکر میکنم تو این قسمت امام باقر علیه السلام خیلی موفق بود. یعنی شما اینطوری حساب بکنید در که اصل پایه‌گذاری فرمودند. دقیقاً، یعنی ما از قبلش ما داریم مثلا حضرت امیر علیه السلام تفسیر بسیار زیبایی از پیامبر اکرم صلوات الله و سلام علیه میده، ولی این خیلی فرمایشات حضرت پیامبر به ما نرسیده. امام حسن، امام حسین، هر کدوم از اینها یک بستری رو فراهم کردن، ولی این از اون بستر استفاده های علمی چندانی نشد. تنها کسی که اینها رو خوب جمع کرد، یعنی شما اگر که امام باقر و امام صادق رو از عرصه های تفسیری و از عرصه های فقهی حذف بکنید، هیچی ندارید. یعنی هیچی ما نداریم عنوان منبع دینی که بتونیم مراجعه بکنیم. لذا همه منبع ما، همه مأخذ ما، همه اون ذخیره علمی ما از امام باقر علیه السلام و امام صادق علیه السلام. گرچه خب قبلش، یعنی شما حدودا حساب کنید قرن اول میشه، قرن اول میشه، یعنی حدود 10 سال اول، خب مردم حج میرفتن، اعمالشون رو انجام میدادن، نماز داشتن، روزه داشتن، ولی که ما چیزی نداشتیم که مدون باشه، در اختیارشون چیزی نبود، همینطور حرفای بود که زده میشد. و اینها رو امام باقر علیه السلام شروع کرد به ترجمه کردن. شاگردهایی که داشتن، البته من شاگرد رو تعبیر درست نمیدونم، صحابه ای که اینها داشتن، این صحابه شروع کردن به جمع جور کردن، به رتب کردن اون مجموعه اربعمعه که ما داریم، اون اصولی که ما داشتیم. خب اینا از زمان امام باقر علیه السلام به بعد شکل گرفت، یا تفسیرهایی که ایشون داره، یا بحث کلام. یعنی یکی از کارهای خیلی مهمی که امام باقر علیه السلام انجام داد بحث کلامی بود. یعنی شما اینطوری حساب بکنید، خب بالاخره مردم شنیده بودن که قرآن کلام خداست، قرآن کتاب خداست، هر دو رو میدونستن. خب خدا میخواد حرف بزنه چجوری حرف میزنه، اگه خدا بخواد بنویسه چجوری مینویسه. اینها پرسش هایی بود که داشتن، میبایست یک جایی بینها جواب میدادن. امام باقر علیه السلام کسی بود بینها جواب میداد. یعنی بسیاری از مباحثی که توسط امام باقر علیه السلام مطرح شده بحث کلامی است. یعنی ما از یک طرف پرسش هایی بوده که مطرح میشده که میبایستی کسی جواب بده، امام باقر جواب میداده، و از اون طرف هم رفتارهایی میبایستی داشته باشن که اون رفتارها بایستی دینی میبود، و این رفتارهای دینی رو کی میتونه تفسیر بکنه؟ باز هم امام باقر علیه السلام. و در هر دو قسمت، هم روی کرده به قرآن، تفسیر به قرآن، و هم از اون طرف بحث عمل یعنی خود فقه، من معتقدم که امام باقر علیه السلام نقش کلیدی و اساسی داره. و آنچه هم که ما بعد به عنوان فقه اگر بگیم، مثلا فرض کنید که تمدن اسلامی یک تمدن فقهی هست، و بانمایهش از امام باقر علیه السلامه. حتی گفتگوهایشون با سایر فرق داره، مثلا مثل ابو حنیفه یا بالاخره خیلی از کسان دیگه که با اونها گفتگو میکنه، خود اینها نقش کلیدی اساسی داره در پیشبرد همین هدف. یعنی امام باقر علیه السلام از اون فضای آرامی که ایجاد شده بود برای شکلگیری تمدن و فرهنگ اسلامی، من فکر میکنم بهترین استفاده رو امام باقر علیه السلام برد. درود بر شما. اما جناب آقای شجاعی، در پرتو تفسیر و تحلیل دینی، آیا می توانید معنای عمیق تری از ارتباط امام باقر علیه السلام با مسائل اجتماعی و سیاسی زمان خود توضیح ارائه کنید؟
ببینید ما موارد زیادی رو از این مواردی که من به طور اصطلاح خیلی سریع مرور کردم در کلام خود امام باقر علیه السلام دارم. ببینید این مطلب تولی و اصالت اصطلاح ولایت در اصول پنجگانه اسلام و اینکه ولایت بر اونها مقدمه در کلام امام باقر علیه السلام وجود داره. موارد زیادی داریم که امام باقر علیه السلام شیعیان رو از ورود به حکومت جور و همکاری با حکومت جور باز می‌داره و بعضا کسانی مثلا اکرمه و اکرمه در مکه ملاقات می‌کنه که از مفسرین بزرگ از شاگردان ابن عباسه و او رو چون با دربار خلافت رابطه و همکاری نزدیک داشته سرزنش می‌کنه. ما موارد زیادی داریم که امام دعوت میکنه شیعیان رو که در اصطلاح امروزی احوال شخصیه و امور حسبه خودشون مسائل خودشون رو حل کنن و یک راوی و یک کسی رو که وارد به حلال و حرام خداوند هست رو به من حکم یا قاضی تحکیم قرار بده. همینطور موارد زیادی هست که امام باقر علیه السلام صدای شیعیان میشه و مثلا به کسی میگوید که مگر نمیبینی که بر ما چه میگذرد و از مشکلات شیعیان صحبت میکنه. اینها همه مواردی است که کلام امام بازتاب دهنده همون نقاطی بود که من عرض کردم و همون راهبردها. اما به طور خاص موردی هست که ملاقات امام با خلیفه در مکه هست و بعد احضار شدن به شام و اون چه که کل قصه رو در حدیث مفصل امام صادق علیه السلام روایت فرموده. بله. و برخورد قاطع امام با خلیفه در این حال وجود داره و در این اینکه اصحاب به تقیه فراخوانده میشن، اما این به فراخور قبض و بست هایی که در دولت عمومی وجود داره که قبضیت و بستیت به وجود میاد و دوره مثلا عمر عزیز بستیت به وجود میاد، فراخور اینها در این حال واکنش ها و راهبرد های امام تغییر هم میکنه. احسنتم. جناب آقای جمشیدی، امام باقر علیه السلام در برخورد با دیگران حتی مخالفان و دشمنان چگونه همیشه مدارا و مهربانی داشتند؟ این به گونه‌ای بود که برخی از این استهزا کنندگان و فحاشان در همان برخورد اول مسلمان می شدند. خب من عرض کردم خدمت شما، چون بالاخره توی صدای اول ما بودیم و میبایست دین بحث پیدا میکرد و مشکلاتی که برش بار میشد یا مسائلی که مطرح میشد رو بایست پاسخ بدن و این رسالت رو خب به عنوان یکی از ارکان دینی و به عنوان عالم دین امام باقر علیه السلام داشت. خب من ورای بحث امامت میخوام نگاه بکنم، ایشون به عنوان یک متفکر، به عنوان یک اندیشمند باید پاسخوی مسائل باشه از یک طرف و میباید مردم همین رو قبول بکنن. وقتی میتونه ایشون در بر مردم اثر بگذاره، بر دل مردم حکومت بکنه یا بر دل مردم نفوذ بکنه که یک رابطه ای هم با مردم داشته باشه، یعنی مردم به راحتی حرف یک متفکر و یک اندیشمند رو که نمیتونن بپذیرن، میباید یک او رو از خودشون حس بکنن. اینه که در آیات شریفه تاکید میشه که پیامبر از جنس خود شماست، از سر خود شماست و خب مردم هم میپذیرن قبل از اینکه به مقام نبوت مبعوث بشه ایشون در بین خود مردم بوده و مردم او را به عنوان محمد امین میشناختن، یعنی انقدر با مردم مانوس بوده. همین نقش را هم امام باقر علیه السلام داره، یعنی در کنار مردم بوده، با خود مردم بوده، بسیار بردبار بوده، بسیار بردبار بوده. یعنی من اگر بخوام یک تصویر از امام باقر علیه السلام ارائه بکنم، من فکر میکنم نزدیکترین فرد توی شخصیت انبیا چیزی شبیه حضرت ابراهیم علیه السلام هست، یعنی اینقدر بردبار و شکیبا. خب این معروف و مشهور هم هست که امام باقر علیه السلام توی مسیری میرن، یک فرد مسیحی، خب فرد مسلمان نیست، مسیحی است، متعلق به یک دین دیگه، موقعیت امام باقر رو هم میدونه، شخصیت ایشون رو هم میدونه و میخواد به عنوان تحقیر و به عنوان سرزنش و به عنوان مسخره ایشون رو بالاخره به یک نحوی به قول ما مشهدیات تحقیر کنه، بالاخره شخصیت رو تحقیر بکنه، بیاردش پایین، کوچکش بکنه. بعد ایشون صدا میزنه، خب اسمشون که باقر هست اون الفش رو برمی‌داره و من خب
دوست ندارم این واژه رو به کار ببرم توی شبکه شما. خب امام باقر علیه السلام میفرماید که نه، اسم من اونی که شما میگید نیست، اسم من باقره. یعنی بدون اینکه ناراحت بشه، عصبانی بشه، بعد ایشون رو نسبت میده به خانواده‌اش، مادر شما فلان، نمیدونم آشپز سیاه، شروع میکنه یک سری نسبت های ناروایی. امام باقر علیه السلام به جایی که خب برخورد تندی بکنه یا به قول امام اشعری یک مشتی لگدی بالاخره در به داغون بکنه، عباس و حسین و تقی و نقی رو صدا بزنه بگه آقا حساب ایشون رو برسید و در به داغونش بکنید، بعد میگه این حرفی که شما میتونید نسبت به مادر من اگر راسته خب خدا ان شاء الله رحمتش بکنه، خدا بیامرزدش، اگر خب دروغه خدا از تو بگذره، خدا تو رو مورد رحمت و مغفرت قرار بده. که این خب حرفایی رو میزنه که در مادر من نیست، نسبت هایی میده که دروغه، حرفایی میزنه که دروغ هست. خب این رفتار امام باقر با یک نفری که در کوچه و بازار قصد تحقیرش رو داره و امام باقر هم علیه السلام میدونه که قصد تحقیر داره و با اون مثل خودش رفتار نمیکنه، چون اگر امام باقر میخواست مثل خود اون رفتار بکنه، خب امام باقر هم شد مثل اون. و حالا اینکه ایشون آمده که بسازه، یعنی آمده یک جامعه‌ای که تازه از اون جریان توحش خودش راهی پیدا کرده و وارد عرصه انسانی شده و میخواد آدم بشه و میخواد اینها رو بسازه، خب طبیعی که باید تحمل بکنه، باید بسازه. و با همین فضا هست که امام باقر علیه السلام میتونه پیش بره. یعنی بسیاری از مناظرات امام رو ما باید در همین زاویه ببینیم. من همینجا یک نکته رو توضیح بدم، برخلاف اینکه خیلی ها معتقدن که امام باقر علیه السلام یا سایر ائمه که مناظره میکردن تا حقانیت خودشون رو اثبات بکنن، من به این معتقد نیستم. یعنی ما چیزی برای حقانیت لازم نیست اثبات بکنیم، اسلام حق، ما هم یک جریان حقی هستیم. مهم اینه که بعضی از افراد به ماها اجازه حرف زدن نمیدادن. مهمی بود که بعضی از جریان های مثل خود جناب آقای شجاعی اشاره فرمودن، مثل خوارج یا بعضی از نهلا، اینها اجازه حرف زدن به جریان امامیه نمیدادن، به شیعه ها نمیدادن. اگه زیدیه بود خب بالاخره اینها با اسلحه و با تفنگ، با شمشیر و با فلان شروع میکردن حرف زدن، ولی که کسانی که اهل منطق بودن، کسانی که اهل گفتگو بودن، به اینها مجال نمیدادن. ائمه از این فرصت ها استفاده میکردن تا بگن آقا اینا هم هستن، اینا هم یک شأنی دارن، اینا هم حرفی برای گفتن دارن. امام رضا علیه السلام در سرزد این نبود که بقیه رو بگه شما باطلید، میخواست ما هم هستیم. درود بر شما جناب آقای جمشیدی، متشکرم. آخرین سوال از جناب آقای شجاعی این هست که چگونه میتوان تعالیم امام باقر علیه السلام را در زمینه فهم و تبیین مسائل سیاسی امروزی بهره برداری کرد؟ ببینید، ما از امام باقر علیه السلام یک میراث فقهی عظیم داریم که خب در استنباطات، در اجتهادات به کار میبریم و با ابزار فقه مینگریم به اونچه که رخ میده که جزء حلال خداوند یا حرام خداوند و وظایف و تکالیف ما اونجا مشخصه. یک میراث کلامی عظیم داریم که در واقع کلام امامیه نخستین هست و هنوز که هنوز مستشرقان، نمیدونم فان اس، مادلونگ، حتی مدرسی طباطبایی، دیگران سعی میکنن که این رو از توی دل معتزلی ها در بیارن. در واقع کلام مستقل شیعی متقدم ما داریم که عمدتا در شاگردان امام باقر علیه السلام ظهور و بروز داره، اون هم عقاید ما رو اصلاح میکنه، اما یک میراث عملی داره. من همین مواردی رو که نام بردم، تجویزهای امام باقر علیه السلام، امام صادق علیه السلام برای جامعه شیعه. ببینید، اهمیت شعائر حسینی و بازخوانی نهضت امام حسین علیه السلام، نه به عنوان صرف عزاداری به مسئله عاطفی، بلکه به خاطر یک منبع معرفت بخش حق و باطل رو بمانشون. اهمیت ادعیه معصوره از ائمه، نه فقط به عنوان عبادت، بلکه به عنوان یک منبع معرفت. تولی و تبری، اهمیت مراجعه به روایات اهل بیت علیهم السلام به عنوان دلیل برای عمل در زندگی، اهمیت تقیه در موارد تقیه و مدارا، و فرهنگ غیبت، صبر، انتظار و استقامت. اینها مهمترین راهبردهایی که امام باقر علیه السلام به طور خاص برای جامعه شیعی در روایات متعدد که بگردیم این موارد رو تمام وقت اشاره فرموده. و فکر می‌کنم که مجموع اینها اگر وجود داشته باشه، خب اینها
یک حالت کلی یک شیعه منتظر حسینی رو با اینها میشه تعریف کرد و بعد بقیه موارد واکنش به کنش‌های سیاسی حاکمانه که باید با همین فرهنگ اهل بیت پیگیری بشه و انجام بشه. احسنتم، درود بر شما. و آخرین سوال از جناب آقای جمشیدی این هست که چه پیام‌های کاربردی از زندگی و آموزه‌های حضرت امام باقر علیه السلام برای ما در زمان حاضر قابل استخراج است؟ من فکر می‌کنم خود واکنشی که امام باقر علیه السلام داشت با جامعه خودش، خود همین میتونه بهترین درس و الگوی باشه برای اندیشمندان و متفکران ما، خصوصاً علمای دین. امام باقر علیه السلام به جای اینکه درگیر مسائل سیاسی بشه و خودش رو درگیر بکنه با مسائل سیاسی، از فرصتی که برایشون فراهم شده بود از این فرصت به خوبی استفاده کرد. یک و نکته دیگر اینکه به جای اینکه امام باقر علیه السلام بره سراغ تجلیل پیامبر، بره سراغ تجلیل علی ابن ابی طالب، یا بره سراغ تجلیل امام حسن، امام حسین و آب و اجداد خودش یا ائمه پیش از خودش، ایشون شروع کرد به تبیین. اینا فرمودین؟ یعنی من معتقدم این نکته اساسی که امام باقر علیه السلام روی کردی که امام باقر علیه السلام داشت و ما متاسفانه روی کرد و از دست دادیم. الان جامعه ما بیشتر جامعه تجلیلی هست تا جامعه تحلیلی. یعنی همینطور که امام باقر زندگی پیشین از خودش رو، پیشینیان رو تجلیل و تحلیل میکرد، باز میکرد و توصیف میکرد برای مردم، یعنی بیان میکرد برای مردم، ما هم بایستی با همین روی کرد برگردیم. حالا من میخوام یک حاشیه باز بکنم. ما فکر میکنیم کانت چیکار کرد برای فلسفه، یا هایدگر یا پوپر چیکار کرد؟ اینا همون سقراط رو رفتن خوندن، همون افلاطون رو رفتن خوندن، ارسطو رو رفتن خوندن، نهایت بازخوانی کردن. بازخوانی کردن غیر از اینه که ما بریم سراغ همون سنت، اون سنت رو بریم بخونیم با توجه به مفاهیمی که داریم، با توجه به پرسش‌هایی که داریم، پاسخ‌هامون از اون منبع استفاده بکنیم. این متاسفانه کمتر مورد توجه قرار میگیره. دوست عزیزمون هم اشاره فرمودن، خب بعضی از دوستان سراغ بسیاری از منابع میرن. خب این منابع رو ما توی حوزه‌های شیعه خودمون داریم. همین دیروز داشتم من بحث اراده و طلب رو نگاه می‌کردم، خب خیلی روایت مطلوبی داریم که ما مبانی فلسفی خودمون هم به خوبی سازگار هست. نهایت بایستی بخونیم، بایستی اینها رو بفهمیم و کار بکنیم. من فکر می‌کنم این بستر رو امام باقر علیه السلام برای ما فراهم کرده، یعنی ما در یک فضای به دور از تنش، به دور از گیری‌های سیاسی، بریم سراغ مسائل علمی خودمون، مسائل علمی خودمون رو تبیین بکنیم و باز بکنیم. همون رفتاری که امام باقر علیه السلام به امام صادق داشت، و در تعامل با دیگران هم باشیم. ما نمیتونیم تعامل نداشته باشیم، ما نمیتونیم درهای علمی خودمون رو، ما انسداد کامل در وضعیت فعلی که نیستیم. یعنی هستن کسانی که بالاخره یافته‌های جدید دارن، یافته‌های جدید رو ما باعث بگیریم، پرسش‌های جدید رو ما بگیریم، حالا بیاریم در فضای دینی خودمون و در حازمه قوی دینی خودمون اینها رو باز تولید بکنیم، نه اینکه حرفای اونها رو بگیریم بازگو کنیم. ما بازگو کننده نباید حرفای دیگران باشیم. من معتقدم حازمه دینی و معرفتی شیعه بسیار قوی هست، میتونیم مطالب رو بگیریم و اونها رو مجدداً به عنوان یک شهر، به عنوان یک اثر، به عنوان یک تفکر جدید ارائه بکنیم، به شرطی که این فضا و فرصت رو ایجاد بکنن. و این زمانی حاصل خواهد شد که حوزه ها کاملا به صورت مستقل اداره شوند و از تحت سیطره حکومت ها خارج بشن. به هر حال متشکرم از شما جناب آقای جمشیدی و همچنین جناب آقای شجاعی که دعوت شبکه امام حسین علیه السلام رو پذیرفتید. همچنین متشکرم از شما بیننده های محترم. با ادامه برنامه در خدمت شما هستیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب و احترام خدمت بینندگان محترم اخبار شیعه. هفتم ذی‌الحجه، شهادت پنجمین پیشوای مسلمانان جهان امام محمد باقر علیه السلام را خدمت شما بینندگان محترم تعزیت عرض می کنم.
به نقل از سایت رسمی مسجد کوفه، به مناسبت سالروز شهادت امام محمد باقر علیه السلام و مسلم ابن عقیل علیه السلام و صحابی هانی ابن عروه، مراسم سوگواری با حضور مردم در مسجد کوفه برگزار شد. در این مراسم خطیب حسینی شیخ زمان الحسناوی سخنرانی کرد و ملا عمار الکنانی به ذکر مصیبت و مداحی پرداخت. مراسم سوگواری شهادت حضرت امام محمد باقر علیه السلام و مسلم ابن عقیل علیه السلام و هانی ابن عروه در صحن‌های مسجد کوفه به مدت 3 شب از روز شنبه تا دوشنبه 3 تا 5 تیر ماه برگزار می شود. سید محمد مجید الموسوی تولیت مسجد کوفه و زیارتگاه های وابسته به آن بر اهمیت ارائه خدمت به زائرین و عزاداران تاکید کرد و گفت کمیته های ویژه‌ای برای استقبال از موکب ها تشکیل شده و علاوه بر برگزاری مراسم سوگواری به عزاداران و زائران اطعام نیز داده می شود. مدیریت حرم مطهر امام حسین علیه السلام پذیرای هیئتی از حرم مطهر علوی بود و پرچمی را که در عید قدیر خم در جوار حرم امام حسین علیه السلام به اهتزاز در می آید دریافت کرد. احمد الهلاوی تولیت آستان مقدس حسینی گفت با برادران خدمتگزار حرم حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام دیدار کردیم و آنان در حالی که پرچم روز قدیر را در دست داشتند آن را به عنوان هدیه امام علی ابن ابی طالب علیه السلام به فرزندش امام حسین علیه السلام به این حرم تقدیم کردند. به افزود قرار است این پرچم در روز عید قدیر در جوار مرقد امام حسین علیه السلام به اهتزاز در بیاید. تولیت آستان مقدس حسینی گفت اهمیت عید قدیر بر همه مسلمانان و بر همگان پوشیده نیست، به ویژه اینکه آن را عید الله اکبر می‌دانند. عبدالهادی الابراهیمی یکی از اعضای اداری حرم مطهر علوی گفت با توصیه عیسی الخرسان تولیت آستان مطهر علوی به مناسبت عید قدیر پرچم‌ها و بنرها توزیع شده است. وی تاکید کرد این پرچم و بنرها در بقاع متبرکه عراق و برخی اماکن دیگر توزیع شده است و انشالله در عید قدیر خم به مناسبت این عید برافراشته خواهد شد. الابراهیمی تصریح کرد توزیع و نصب پرچم و بنر از سوی تولیت حرم مطهر علوی برای ما اهمیت دارد و با این کار عید قدیر را معرفی می کنیم. مراسم آغاز بهره برداری از پروژه آبرسانی مؤسسه مصباح الحسین علیه السلام در مناطق محروم افغانستان برگزار شد. این پروژه آبرسانی با تجهیز چاه عمیق، ساخت مخزن، تأمین برق و خط انتقال به شبکه آبرسانی حسینیه فاطمه الزهرا علیه السلام در مزار شریف انجام شد. احداث این اقدام نیکوکارانه که آب آشامیدنی 2400 نفر را تأمین نمود با بودجه 10000 دلاری در بهمن 1401 کلید خورد و با عنایت خدای متعال در خرداد ماه 1402 به پایان رسید. گفتنی است در احداث این پروژه آبرسانی یک مخزن آب 30000 لیتری به ارتفاع 10 متر نیز استفاده شد. شایان ذکر است کمک‌های مالی نیکوکاران و تلاش دفتر آیت الله العظمی شیرازی همراه با همکاری مؤسسه فرهنگ نیکوکاری مصباح الحسین علیه السلام در شهر مقدس کربلا و یاری سازمان آیسی در لندن و شبکه جهانی امام حسین علیه السلام جدیدترین پروژه نیکوکارانه و بشر دوستانه را در شهر مزار شریف افغانستان رقم زدند. ائتلاف افراطی حاکم در ایتالیا در اقدامی بحث برانگیز اخیراً قانونی را ارائه کرده است که می‌تواند منجر به بسته شدن بسیاری از نمازخانه‌های مسلمانان در سراسر کشور شود.
این قانون پیشنهادی ارائه شده توسط حزب نخست وزیر جورجیا ملونی انتقاد شدید سیاستمداران مخالف را به دنبال داشته و آن را مصداق بارز تبعیض غیر قانونی می دانند. گفتنیست این لایحه به طور خاص فضاهای نماز واقع در خارج از مساجد سنتی یا آنهایی که مجوز رسمی برای عبادت ندارند، از جمله فضاهایی که توسط سازمانهای مختلف فرهنگی مسلمان استفاده می شود را هدف قرار می دهد. شایان ذکر است جامعه مسلمانان ایتالیا متشکل از حدود 2.5 میلیون نفر عمیقا در مورد عواقب احتمالی این قانون نگران هستند. مقامات محلی حکومت افغانستان اعلام کردند در پی آتش سوزی های ادامه دار در ولایت کنر تا کنون بیش از 14 هکتار جنگل و مراتع سوخته است. احسان الله رئیس مبارزه با حوادث طبیعی حکومت افغانستان در ولایت کنر اظهار داشت آتش سوزی از شنبه هفته جاری آغاز شد و تا کنون ادامه دارد. وی افزود این آتش سوزی در جنگل های سندری و کرنگل شهرستان در پیچ آغاز شد و بیش از 14 هکتار جنگل و مراتع تا کنون سوخته است. سال گذشته نیز هزاران هکتار جنگل در شهرستان چپدره در ولایت کنر تومه حریق شد. آمارها نشان می‌دهد در حالی که تعداد درخواست‌های پناهندگی در اتریش در سایه سیاست‌های سختگیرانه این کشور روند کاهشی داشته، از طرفی شمار اخراج‌های پناهندگان افزایش پیدا کرده است. به گزارش روزنامه اتریشی کرون سایتونگ، آمارها نشان می‌دهد در حالی که درخواست‌های پناهندگی در سایه سیاست‌های سختگیرانه اتریش کاهش پیدا کرده، اما روند اخراج‌ها تشدید شده است. بر این اساس در ماه می سال جاری 4354 درخواست پناهندگی در اتریش ارائه شده است، در حالی که در ماه می 2022 تعداد این درخواست ها 6030 مورد بوده است. در کل سال 2023 تا کنون 17988 درخواست پناهندگی ارائه شده است که در مقایسه با 5 ماه اول سال قبل حدود 20% کاهش داشته است. با این حال در مقایسه بلند مدت این اعداد هنوز نسبتاً بالا هستند. گفتنیست بیشترین درخواست های پناهندگی در اتریش توسط شهروندان سوری 1408 و پس از آن افغانستانی ها 717 و مراکشی ها 421 بوده است. در پایان شایان ذکر است بر اساس آمارها از ابتدای سال جاری تا کنون 4831 نفر از این کشور خارج شدند که نسبت به مدت مشابه سال گذشته حدود 26% افزایش یافته است. نیمی از خروجی های پناهندگان داوطلبانه و نیمی دیگر به زور انجام شده است. تشکر میکنم که ما با همراه بودید. شب خوش. سلام و عرض ادب، خدا قوت. یکی از رفقام که آشپز خیلی ماهری بود و مدرک بین‌المللی از چند کشور داشت، باهاش رفتیم رستوران و به محض اینکه غذا آوردن شروع کرد نق و غر زدن. این چه غذاییه؟ چرا برنجش قد نکشیده؟ این چه ادویه یک ریختن توش؟ این چه طعمیه که داره؟ چرا روغن فلان استفاده نکردن؟ گفت. از اولی که من غذا رو شروع کردم گفت تا آخری که میخواستم غذام تموم بشه. خودش هم اونقدر غذا نخورد، کلن 2-3 تا قاشق خورده شد دیگه اصلا دلش نیومد غذا بخوره. خیلی اذیت شد. باز با یک رفیق دیگم که طراح بود رفته بودیم تو خیابونا، داشتیم میرفتیم به یک مقصدی، هر تابلویی که
هر بیلبوردی که توی خیابون میدید میریخ به هم. این چه طرحیه زدن؟ این اصلا اصولشو بلد نبوده. این چه فونتی انتخاب کردن؟ چرا اینجوری طرح زدن؟ اینا یاد ندارن. هرس و جوشی بود که اینم خورد. رفتش با یکی از رفقام که فقیه بود و عالم بود، با اونم رفتم بیرون. قدم که میزدیم اونم هرس و جوش میخورد، فسخ و فجور میدید، ناراحت بود، جوش میزد. موسیقی به گوشش میخورد، ناراحت میشد، جوش میزد. هر چیزی که با اون تخصصش در تضاد بود باعث جوش زدنش میشد. انسان‌ها اون چیزی که تخصص دارن رو وقتی می‌بینن یک نفر دیگه خلاف اون عمل می‌کنه ناراحت میشن، جوش میارن، عصبی میشن که این چه وضعشه؟ چون می‌خوان بیشتر و بهتر و رشد بهتری داشته باشه، برای همین هرس و جوش می‌زنن. غربت و مظلومیت امام باقر علیه السلام به عنوان یک نفر که منادی دانش و مدارا و گفتگو و اخلاق هست، به عنوان یک امام، به عنوان کسی که کوهی از علم و تخصصه، همین بس که جهالت رو میدید، جهالت رو میدید و اون اشخاص به جای اینکه از محضر امام بهره مند بشن دنبال جهالتشون رو میگرفتن و ادامه میدادن. و چه ظلمی بالاتر از این که از محضر امام بهره نبری و مثل یک طعامی که خیلی خوب هستش رو روی زمین بریزی و اسراف کنی. در خدمتتون هستیم با سوشیال مدیا. زینب نوشته امام باقر علیه السلام فرمودن حیا و ایمان به یک ریسمان پیوستند، چون یکی برود دیگری نیز از پی آن برود. یعنی نوشته کیا دوست دارن کمک کار امام زمان باشن؟ امام باقر فرمودن دوستدار ما نخواهی شد و مستقر در ولایت ما نمیشویم، اگر این که اگر تمام جامعه و افراد پیرامون جمع شدند و گفتن آدم بدی هستی این قضیه ناراحتت نکنه و اگر همه حمایتت کردند خوشحالت نکنه. مینا هم نوشته در روزگاری که حرفی از علم و عقلانیت نبود اسلام به قلم سوگند خورد و امام محمد باقر شد تجلی با شکوه آن، تا علمی که به دست او جلوه کرده با دست مهدی به شکوفایی برسد. جواد هم نوشته امام باقر علیه السلام فرمودن هر کس با خانوادش خوش رفتار باشد بر عمرش افزوده می‌گردد. آقای ابراهیم هم نوشته اگر امام باقر در مقام عصمت شاهد عینی و بازگو کننده وقایع کربلا و شام نبودند حتما و قطعا این حادثه عظیم دستخوش تحریف میشد. هنون هم نوشته امام باقر فرمودند مخالفین ما را رافضی صدا میکنند. امام در جواب فرمودند من هم از رافضیون هستم. علی اکبر نوشته از جمله عوامل موفقیت امام باقر در مواجهه با کج‌اندیشی‌ها و چالش‌های علمی برقراری حوزه درس و تحکیم مبانی معارف و اصول ناب اسلامی با تکیه بر آیات قرآنی بود. و نیره هم نوشته دوران امام باقر علیه السلام نیز از جمله مقاطعی است که مدعیان دروغین مهدویت پا گرفته و شروع به فتنه آفرینی کردند، اما با مدیریت امام باقر علیه السلام این فتنه خونسا می‌شد. اصلا نکته‌ای که بین غالیان است این چنین است که تلاش میکردن امام باقر را مهدی موعود معرفی کنند. خیلی ممنون که با ما همراه بودید، در خدمتون هستیم با ادامه. بیننده های محترم شبکه امام حسین علیه السلام، آمار محیرالعقول دعواها و نزاعهای خیابانی و اختلافات و دعواهای خانوادگی در کشورهای به اسم اسلامی
متاسفانه حاکی از آن است که فرهنگ قرآن و فرهنگ اهل بیت علیهم السلام و اخلاق علوی در این جوامع نهادینه نشده است. ان شاء الله که بتوانیم سیره امام باقر علیه السلام رو به مناسبت شهادت آن حضرت الگوی خود قرار دهیم و دیگران رو هم در این زمینه آگاه کنیم. تشکر میکنم از همراهیتون. خدا نگهدار شما. یا علی مدد.